تحلیل اقتصادی و پرسش‌های شما در مورد دلار و طلا. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو، در واقع این ویدیو پیامد یا پینوشت ویدیوی پیشینی که تحلیل اقتصادی روز رو انجام دادیم مربوط به آذر ماه 1401 و حالا میخوام به پرسش‌های شما توی این تحلیل پاسخ بدم. چندین پرسش در مورد دلار داشتین، من اینها رو میخونم از روش و پاسخش رو بهتون میگم و حالا توی ویدیوهای بعدی هم در مورد مسائل مختلف مثل ملک، مثل خودرو، بورس و دیگر مسائل با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. گفتن الان دلار بخریم یا نه، یا مثلا میگن الان ملک بخریم یا نه، الان طلا بخریم یا نه. ببینید قصد شما چیه. آیا قصدتون اینه که یک نوسانی از بازار بگیرید؟ خب اگر میخواید نوسان بگیرید، شما باید زمان مناسب توی کف مناسب وارد بشید و اگر که میخواید ارزش داراییتون حفظ بشه، هر وقتی که شما اون دارایی رو بگیرید بهتر از اینه که ریال نگه دارید. پس امیدوارم دیگه پاسخ این پرسش رو دریافت کرده باشید. در مورد اینکه چه زمانی بهترین زمان برای خریده، معمولا اینجوریه که قبل از اینکه بازار بخواد رشد بکنه، من میام در مورد اون موضوع به خصوص باهاتون صحبت میکنم. حالا الزاماً هم نمیگم که داره میره بالا، ولی باهاتون صحبت میکنم. ما هم محدودیتایی داریم، به اندازه بضاعتمون با هم دیگه صحبت میکنیم. گفتن چطور دلار بخریم؟ دلار به صورت کاغذی بهترین حالتشه، اما خب محدودیت‌های قانونی داره برای نگهداریش. برای همینم شما میتونید از جایگزین‌های رمز ارزی اون استفاده بکنید. توی ویدیو در موردش توضیح دادم که در واقع تتر میتونید استفاده کنید. یه مدل دلار بورسی هم اومده که در مورد اون هم باهاتون صحبت می‌کنم و نحوه خریدش رو بهتون میگم. اولویت رو بذاریم روی کاغذی و بعد رمز ارزی و بعدم دلار بورسی اگر که میخواید دلار بخرید. علت این اولویت بندی هم اینه که شما میتونید با دلار کاغذی و دلار رمز ارزی معاملاتی انجام بدید. دلار رمز ارزی هم معروف ترینش تتر بی یو اس دی، یو اس دی سی اگر اشتباه نکنم، و چندین رمز دای هست و رمز ارزهای مختلف که اینا یک به یک دلارن، یعنی هر یه واحد اونها مساوی با یک دلاره. پرسیدید که چطور دلار رو با نرخ کمتر بگیریم؟ یه سری دلار سهمیه‌ای هم میدن. بانک مرکزی میاد یه سری از صرافی‌ها رو توی کشور معرفی میکنه. حالا در موردش حتما براتون ویدیو آماده میکنم، چون تقاضا در این مورد هم زیاد بود. میاد یه سری صرافی رو مشخص میکنه، شما با کارت ملیتون میرید و مبلغ دلار رو میدید و دلار رو با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد میگیرید. اینجوری شما میتونید دلار رو ارزان‌تر بگیرید. وگرنه حالت دیگه‌ای وجود نداره. یه حالت دیگه هم هست که مثلا شما محصولی رو به خارجی‌ها بفروشید و دلار یا رمز ارز به جاش بگیرید. گفتن که دلار چطوری با کارت ملی بگیریم؟ خب همونطور که بهتون گفتم توی یه ویدیو مفصل در این مورد بهتون توضیح میدم. اما این سهمیه یک بار هست و امکان خرید مداومش وجود نداره. گفتن دلار رو از صرافی بخریم یا از بانک. کلاً بازار آزاد و جایی که کمتر ثبت میشه اینها رو بگیرید، دردسر کمتری رو شما متحمل خواهید شد. گفتن که اگر دلار با کارت ملی بخریم بعداً مالیاتش رو میگیرن ازمون. بله، مالیاتش رو همون موقع میگیرن. شما هر نقل و انتقال مالی که بخواید داشته باشید غیر ریالی، بعد مالیاتش رو بدید. ریالی هم که کارمزد و اینها رو داره و در آینده هم حتما مالیاتش رو خواهند گرفت، همون معاملات ریالی رو. اگر دلار با کارت ملی بخریم یارانمون مسدود میشه یا شایعه است؟ اگر که شایعه نیست چیکار کنیم؟ ببینید این صحبت شد که هر کسی دلار بخره ما دیگه یارانه بهش نمیدیم. این ممکنه، امکان پذیر. اگر نمیخواید ریسکش رو بپذیرید، برید از جایگزین‌های دیگه اون استفاده بکنید. اگرچه الان 400 هزار تومان فکر کنم دارن یارانه میدن، این 400 هزار تومان عملا عدد خیلی بالایی نیست. پرسیدن اگر هر کس برای خرید خودش دلار با کارت ملی بگیره قانونی و اوکیه؟ بله قانونیه و مشکلی نداره. البته شما سقف نگهداری دلار تو خونه دارید، از یه حدی بیشتر نمیتونید نگه دارید. اینم رعایت بکنید، از لحاظ قانونی رعایت بکنید. من خودم حقیقتا رعایت میکنم و اگر که بخوام خرید بیشتری انجام بدم، دیگه به صورت کاغذی اونها توی خونه نگهداری نمیکنم که منع قانونی هم نداشته باشه. میگن خرید دلار فقط برای کسایی است که میخوان برن مسافرت. درسته، من چنین محدودیتی رو ندیدم و نشنیدم. گفتن ترغیب مردم برای خرید دلار کاغذی شرایط رو بدتر نمی‌کنه. ابتدای ویدیوی اول، ویدیو اصلی که تحلیل اقتصادی بود، بهتون گفتم. گفتم اقتصاد راه خودش رو میره. با 200 هزار تومان، 300 هزار تومان، 500 تومان، 1 میلیون تومان و حتی 100 میلیون، 500 میلیون های مردم
خیلی این بازار تکون نمیخوره. دلایل اصلی رشد این بازار رشد پایه پولیه و دیگر شرطی که بهتون گفتم. گفتید که چطور نوسانگیری در مورد دلار انجام بدیم؟ از روش‌های نوسانگیری میتونید استفاده کنید. حالا هوای بازار، شرایط کلی اقتصاد، شرایط کلی جامعه، همه اینها دخیل هست. اینا رو میتونید با دیدن دوره نوسانگیری من و دوره اقتصاد من در واقع یاد بگیرید و نوسانگیریتون رو انجام بدید. گفتن دلار نیمایی با دلار چه فرقی میکنه؟ بخریم دلار نیمایی یا خیر؟ دلار نیمایی یه سامانه است. در واقع دلار نیمایی یا نیما، سامانه نیما، یه سامانه است که صادر کننده ها میان دلارایی که دارن و فکر میکنم تا سقف 70% پولی که به دست آوردن و میان توی این سامانه میذارن برای فروش و از اون طرف کسایی که میخوان واردات انجام بدن از طریق این سامانه خرید انجام میدن و اونجا یه قیمتی به دست میاد. معمولا هم قیمتش پایین تر از بازار آزاده و توی صادرات اینجوری صادر کننده ها 30% دارایی رو یا توی همه خارج از کشور میذارن یا کالای سرمایه‌ای میگیرن یا توی بازار آزاد میفروشن که بتونن سود بیشتری رو نصیب خودشون بکنن. و شما نمیتونید بگیرید دلار نیمایی مال وارداته مگر اینکه بخواید واردات انجام بدید که از طریق این سامانه اقدام کنید. گفتن که آیا صادر کننده دلاراشو میتونه بیاره ایران یا به نرخ نیمایی حساب میکنن و ریال میدن؟ همین روشی که بهتون گفتم. پرسیدید که 400 میلیون دارم میخوام سال دیگه مهاجرت کنم، در حال حاضر تبدیلش کنم به طلا یا دلار. اول که ریال نگه ندارستن، 400 میلیون تومان دارم میخوام مهاجرت کنم، این دیگه از 400 میلیون تومان دارمش اصلا اشتباه میشه دیگه. شما اگر که میخواید مهاجرت بکنید باید داراییتون یه دارایی ارزنده باشه، دارایی که نقدترین حالت ممکن رو داشته باشه. اگر قصد مهاجرت دارید، هر دو گزینه طلا و دلار خوبن. دلار خب خیلی نقدتره و حالا اگر میخواید برید مثلا کشورهای حوزه اروپا، یورو هم نگه دارید خوبه. در مورد سکه و طلا هم بهتون بگم. گفتید که الان سکه بخریم یا طلا بخریم، این گفتم این پرسش پرتکراری هست، همونجوری که بهتون پاسخ دادم برای دلار، برای این هم انجام بدید. بین سکه و طلا و دلار کدوم رو انتخاب کنیم؟ من بهتون گفتم که به ترتیب شما میتونید روی سکه کار بکنید، بعد دلار، بعد طلای آب شده و بعد طلای کار کرده. اگر به قصد نگهداری و سرمایه گذاری میخواید انجام بدید، طلای نو نخرید، طلای کار شده، مثلا جواهرات نو نخرید. اینا کارمزداش خیلی زیاده و عملا چیزی نصیبتون نمیشه و وقتی بخواید بفروشید فقط وزنش ملاکه و کارمزد و کاری که روش انجام شده و اینها رو هیچ اجرتی براش در نظر گرفته نمیشه. سکه هم از این بابت خوبه که شما میتونید سکه رو به راحتی بگیرید، متر معیارش مشخصه و خیلی راحت هم میتونید بفروشید. سکه 17 میلیونی بخرم یا صبر کنم؟ باز دوباره برمیگرده به قصدتون که آیا قصدتون نوسانگیری یا حفظ ارزش پوله، که برمیگرده روی همون فرمولی که بهتون گفتم. در مورد سکه هم یه سری فروشگاه هستن که در واقع اینا طلا فروشی معمولی نیستن، فقط کار تخصصی سکه میکنن، اونا اولویت دارن. اما اگر نشد و طلا فروش آشنا داشتید، از آشناتون هم میتونید بگیرید. کدوم سکه رو پیشنهاد میدید برای خرید؟ خب ببینید، این بستگی به نوع سکه داره. هر سکه‌ای که حباب کمتری داره بهتر برای خریدش. روب سکه و نیم سکه معمولاً گزینه‌های خوبی هستند برای خرید. اینا رو میتونید در نظر داشته باشید. یه دوره تخصصی تحلیل حباب سکه هم میخوام براتون بذارم که نمودار حباب سکه رو تحلیل کنید. یعنی اصلا قیمت سکه رو بذارید کنار، نمودار حباب سکه رو تحلیل بکنید. اون در واقع گل سرسبد معاملات طلا میشه داخل ایران که دارم از لحاظ نظری روش کار میکنم. انشالله تا یه ماهای آینده دوره تکمیل میشه و خدمتتون ارائه میشه. پیشنهادتون خرید سکه در بازار بورس یا به طور فیزیکی؟ خرید سکه کلا من فیزیکی اولویت قرار میدم، بازار بورس در اولویت بعدیه. بازار بورس در اولویت بعدی چون محدودیت های زیادی داره و داراییتون بیشتر تحت نظر قرار میگیره، مالیاتش رو راحت‌تر و بیشتر باید بدید، خرید و فروشش گاهی وقتا دشوار میشه، محدودیت هایی ممکنه بذارن، قیمتش ممکنه با قیمت واقعی یه ذره فرق بکنه. اینا چیزاییه که بر همین خیلی البته فرق نمیکنه، دارم راجع به خیلی جزئیات ریس صحبت میکنم، من فیزیکی رو بهتون توصیه میکنم. گفتن که چطور نوسانگیری در مورد سکه انجام بدیم؟ نوسانگیری سکه همونطور که بهتون گفتم با تحلیل حباب سکه میشه انجام بگیره و خود ارزش طلای اون سکه به کار رفته هم میتونید با تحلیل طلای جهانی به دست بیارید. هر اونس طلای جهانی هر چقدر که هست ضرب در قیمت دلار میشه و نرخ دلار به ریال میشه و نرخ ریالیش به دست میاد و بعد میاد ضرب در وزن گراماژ اون سکه میکنید
و در نهایت نرخ اصلیش به دست میاد. حالا اگر نرخ اصلی نرخ بازاریش بالاتر باشه، ما به تفاوت نرخ بازاری با نرخ قیمت طلای به کار رفته در اون سکه میشه حباب. و شما دیگه مثلا وقتی حباب به کمترین حد میرسه میتونید بخرید، وقتی حباب خیلی رفت بالا میتونید بفروشید. این مسئله هم وجود داره. میگم در موردش مفصل بهتون توضیح میدم. در مورد نحوه و فرمول محاسبش هم یه ویدیو براتون گذاشتم. در حال حاضر طلا رو در بانک بذاریم و وام بگیریم، بله این کار خوبه. بانک ملی فکر میکنم این کار میکنه، نمیدونم بانکای دیگه انجام میدن یا نه. بعضی از شعبه‌هاش شما میرید طلاتون رو میذارید داخل بانک و معادلش ریال میگیرید. هر وقت اون ریال رو با حالا کارمزدی که داره، معمولا هم زیاد نیست، برگردونید به بانک، شما داراییتون و طلاتون آزاد میشه و میتونید طلاتون رو بردارید. و چیز خوبیه با توجه به اینکه نرخ تورم بالاست، شما هر چی ریال از بانک بگیرید سود کردید. که جداگونه تو پرسشاتون بود، توی جلسه بعدی توی ویدیوهای بعدی در موردش با هم بیه صحبت میکنیم. گفتن صندوق طلا چی هست؟ یه سری صندوقهای بورسی هست که اینها صندوق طلا هن، یعنی معادل اون سهمی که شما میگیرید یه بخشی از طلای خزانه اون صندوق میشه متعلقه به شما. صندوق طلا هم بد نیست، یعنی اگه باز بخوایم اولویت بندی بکنیم میره توی اون دسته خریدای بورسیمون، یعنی اولویت با طلای فیزیکی است. طلای فیزیکی نگهداریش هم یه مقدار دردسر داره، پس اینم باید حواستون باشه. گفتن که درود، من طلا رو به صورت سکه امامی گرفتم، انقلاب بشه به خاطر طرح سکه از قیمتش کم نمیشه؟ نه، ببینید سکه و طلا مثل پول کاغذی نیست. پول کاغذی اعتبارش، اعتبار امامزاده میگن به متولیشه، چنین ضرب المثلی هست. پول کاغذی هم اینجوریه، ولی سکه طلا حبابش ممکنه از بین بره. اگر تغییر ساختار اساسی به وجود بیاد، حباب اون سکه ممکنه از بین بره، ولی در نهایت این طلای به کار رفته داخلش رو شما میتونید به فروش برسونید. پرسیدید که طلای دست دوم بهتر از طلای نو هست؟ بله، برای حفظ ارزش قطعا بهتره. حتی اگر یه طلای دست دوم خوشگله به درد بخور پیدا کردی، میتونید بخرید و به عنوان زیورالات استفاده بکنید. ولی معمولا موقع خرید طلای دست دوم اینا رو با فندک‌های اتمی حرارت زیادی بهش میدن، یا با این در واقع شعله افکن حرارت زیادی بهش میدن که هر چیزی که وزنشو بالاتر برده از بین بره و فقط طلای خالص بمونه. و معمولا رنگش حداقل، حتی اگر بافت عوض نشه، رنگش یه مقداری تغییر میکنه. پرسیدید که طلا رو الان بفروشیم یا خیر؟ قصدتون باید ببینید چیه دیگه. اگه قصدتون نوسانگیری بوده، یا قصدتون اینه که به جاش برید یک کالای مهمتری بخرید، ولی اگر میخواید حفظ ارزش دارایی بکنید، بهتره که نگهش دارید. صندوق طلا چطوره برای حفظ ارزش پول؟ مثل خود طلاه، ولی باز گفتم اولویتش دوم سوم قرار میگیره. خب امیدوارم این ویدیو هم به درستون خورده باشه. توی ویدیوی بعدی که ادامه همین ویدیو سریالیمون شد، ادامه تحلیلمون رو روی بازارهای بورس، بازار وام، بازار خودرو و دیگر بازارها پیش میرید. دوستتون دارم، انشالله همه در کنار هم پیروزیم.